سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. مارکا امروز نوشت که باشگاه رئال مادرید قصد دارد یکشنبه هفته بعد جشن قهرمانی باشکوهی با حضور هواداران برگزار کند. دو گل از روی نقطه پنالتی و دو گل شگفت‌انگیزی که همان طوری که پپ گواردیولا گفت باور نکردنی بودند. ایرلینگ هالند مرد اول بازی های امشب بود. تاتا مارتینو سرمربی اینتر میامی کاملا از عملکرد میسی در دیدار برابر نیویورک رد بالز راضی است. مارکا تراشتگن ستاره بارسلونا پس از تایید کردن روند مصونیت و بازگشتش به میادین نتوانست از درخشش گذشته را تکرار کند. النصر موفق شد در یک دیدار خانگی با 6 گل از 100 الوحده عبور کند. کریستیانو رونالدو موفق شد ظرف 7 دقیقه دو مرتبه گلزنی کرده و با رکورد جدید در لیگ عربستان دست یابد. قبل از اینکه بریم به ادامه گزارش، کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید، با دوستانتان شریک سازید و همچنین کامنت های مقبول خود را زیر همین ویدیو بگذارید. در روزهای منتهی به بازی با کادیز بحث درباره جشن قهرمانی احتمال رئال مادرید زیاد بود، ولی در نهایت تصمیم بر این شد حتی با مسجل شدن قهرمانی جشن برپا نشود. رئال مادرید دیروز کادیز را با 3 گل برد و ساعات بعد بارسا نیز بخیر و باخت تا قهرمانی 4 هفته زودتر قطعی شود، اما بازیکنان روانه منزل شدند و خبر از جشن قهرمانی نبود. البته هزاران هوادار رئال راهی میدان سیبلز محل سنتی جشن‌های رئال شدند، ولی بازیکنان در این جشن حضور پیدا نکردند. در پیش بودن بازی حساس با بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان دلیل اصلی این تصمیم بود، ولی مارکا امروز نوشت که برنامه باشگاه مادریدی این است که یکشنبه هفته بعد در سیبلز جشن قهرمانی برپا شود. رئال شنبه در زمین گرانادا با میدان می رود و یک روز بعد نیز جشن قهرمانی خواهد بود. عوامل زیاده برای قهرمانی رئال مطرح شدند، از جمله عملکرد درخشان جود بیلینگام و تداوم درخشش وینیسیوس، اما نقش اول این قهرمانی کارلو آنچلوتی بود. اولین چیزی که با دیدن عملکرد دیشب هالند به ذهن هواداران و اهالی فوتبال میرسد این است که چگونه او روی گل دوم سیتی آنقدر پریده است، اما ایلینگ هالند مانند بقیه انسانهای فانی نیست. او اکنون شخصیت خودش را در بازی های ویدیویی دارد. البته همیشه چیزهای دنیوی دیگر در مورد او وجود داشته است، اما طوری که او از کنار نلسون سمیدوی بیچاره به پرواز درآمد، گویی توسط نوع نیروی نامری از زمین بلند می شود. با این حال پرش کافی نبود و هنوز برای گلزنی یک ضربه سر نیاز بود. هالند این کار را هم انجام داد و شماره 9 منچستر سیتی ضربه سر فوق العاده را به گوشه سمت مخالف زد و دروازه را باز کرد. این گل آنقدر شگفت‌انگیز و کامل بود که کمتر کسی به ارسال فوق العاده رودری توجه می کند. جیمی کاراگر خاطر نشان کرد که این گل او را یاد گل زیبای کریستیانو رونالدو در یومیتوس مقابل سمپدوریا می اندازد. او همچنین گفت که شباهت‌های بین هالند و مایکل جردون بسکتبالیست معروف در توانایی خودشان برای ماندن در هوا وجود دارد. این گل دوم او بود. گل اول را گل نروژی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسانده بود و گل‌های سوم و چهارم هم در راه بودند. سیتی با گل‌های هالند برای تبدیل شدن به بهترین تیم انگلیسی در یک بازی دیگر هم پیروز شد. آرسنال خوب بوده است، خیلی خوب، اما آنها باید نگران باشند زیرا احتمال امتیاز دادن سیتی آن هم با این هالند بسیار کم و چیز نزدیک به صفر است. گل خط حمله سیتی در حالت ویرانگر قرار دارد، درست مانند شخصیتش در بازی ویدیویی کلش آف کلنس و یا گل‌های انمی اتاک آن تیتان، اما با یک تفاوت بزرگ. او واقعی است و کابوس است برای مدافعان و دروازه‌بانان لیگ برتر. بازیکنان ولفز این را به خوبی میدانند و اگر به هالند شک دارید بهتر است از آنها بپرسید. در اواخر نیمی اول هالند این بار خودش پنالتی گرفت و آن را تبدیل به گل کرد تا با یک هتریک به رختکن برود. او میتواند در همان بین نیمه توپ را با خود ببرد و نگه دارد. وایکینگ در فوتبال مدرن در مقابل دروازه رقبای بسیار کمی دارد، شاید هیچ کس. حالا که کریستیانو رونالدو و لیونل میسی در لحظه گرگومیش و اواخر دوران فوتبالشان قرار دارند، اعداد و ارقام هالند برای سیتی بسیار شگفت‌انگیز و البته برای رقیبان تشناک به نظر میرسد. 9 هتریک، 61 گل در لیگ برتر در 59 بازی که از ابتدا در ترکیب بوده است، 35 گل در کل رقابت‌های این فصل علی‌رغم غیبت دو ماه به دلیل مصدومیت، در کل 88 گل در 94 بازی. باور نکردنی است. در این بازی فقط ضربه سر و هتریک نبود که توانایی او را نشان می‌دهد. در نیمه دوم چند ثانیه پس از گل هووانگ به ایدرسون، هالند با پاس عالی از فودن به توپ رسید. استاپ او عالی بود، اما لمس توپش نچندان خوب. با این حال به سمت راست محوطه رفت و با یک شوت زیبا به سمت چپ پوکر خود را ثبت کرد. این نمایش پرشور از هالند و سیتی نشان داد که آنها حتی یک اینچ هم به آرسنال فرصت نمیدهند. هالند پس از بازی هم در مقابل خبرنگاران خودی نشان داد. مهاجم شماره 9 در پاسخ به سوال درباره اظهارات رویکن که او را بازیکن در حد لیگ 2 نامیده بود گفت: من واقعا هیچ اهمیتی به آن مرد نمیدهم. رویکن قبلا گفته بود که هالند در سطح لیگ 2 است و سپس به شوخی گفته بود حالا به چمپیونشیپ رسیده، اما به نظر با این نمایش ها باید نظرش را اصلاح کند. برای این تغییر کافی است از مدافعان و دروازه‌بانان ولفز نظرشان را بپرسد. اینتر میامی شب گذشته در چارچوب رقابت‌های لیگ فوتبال امریکا به مساف نیویورک رد بالز رفت و با نتیجه پرگل 6-2 برابر این تیم به پیروزی رسید تا 3 امتیاز مهم دیگر را هم در این فصل به دست آورده باشد.
میسی ستاره اول تیمش در این بازی بود و موفق شد 1-8 گل انتر میامی را در این بازی وارد دروازه حریف کند و پاس هر 5 گل دیگر را هم برای بازیکنان انتر میامی ارسال کرد تا نمایش خیره کننده و متفاوت را ارائه کرده باشد. مارتینو پس از پایان بازی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: همه گل ها در این بازی مهم بودند، اما لیو کار تاریخی را با ارسال 5 پاس گل و به ثمر رساندن 1 گل انجام داد. در این حال نمیتوانم 3 گل سوارز و 2 گل روخاس را هم فراموش کنم. هر دو گل رو خاص خیلی زیبا بود، اما گل دوم او فوق العاده بود. با این حال به خاطر جنبه تکنیکی لیو روی پاس کرسال کرد، گل قیچی برگردان سوارز را به عنوان گل محبوبم انتخاب میکنم. میسی بازی های فوق العاده را در بارسا و در طول دوران حضور من در این تیم داشت، اما من در این حال بازی نیمه نهایی برابر پاراگوئه در رقابت های کوپا امریکا را به خاطر دارم که او نتوانست گل بزند، اما بهترین بازیکن زمین بود. من همیشه این را گفتم و شاید تکراری باشد، اما میسی همیشه کار جدید انجام میدهد. اینکه در یک بازی تیم 6 گل بزند و تو روی هر 6 گل موثر باشه اتفاقی که شاید به سختی بتوانیم دوباره آن را ببینیم. او همیشه مهره موثر برای ما بوده است. امروز رابطه خوب و همکاری میسی و سوارز را در نیمه دوم مثل روزهای قدیم دیدیم. این دو نفر در بازی ها بسیار موثر هستند. با این ترتیب این ستاره آرژانتینی توانست رکورد بسیار جذاب و خاص را در این بازی به نام خودش به ثبت برساند. او حالا اولین بازیکن در تاریخ فوتبال است که توانسته است از تاثیرگذاری روی 1200 گل در طول دوران فوتبالش عبور کند. این بازیکن که تا به حال در 1058 دیدار در سطح ملی و باشگاهی به میدان رفته است و رکورد دست نیافتنی 833 گل و 372 پاس گل را به نام خودش ثبت کرده است که آمار باور نکردنی و شاید دست نیافتنی به نظر می رسد و بعید است که بازیکن بتواند به زودی این رکورد را از آن خود کند. بارسلونا شب گذشته در چارچوب رقابت‌های هفته 34 لالیگا روبروی خیرونا به میدان رفت و با نتیجه باور نکردنی و عجیب 4-2 شکست خورد تا قهرمانی رئال مادرید در مسابقات این فصل مسجل شده باشد. 4 گلی که بارسلونا در این بازی دریافت کرد باعث شد که تعداد گل‌هایی که این تیم در 4 دیدار اخیرش از حریفان خورده به 13 گل برسد که آمار بسیار ناامیدکننده و ضعیف برای این تیم و خط دفاعی و دروازه‌بانان آنها به حساب می‌آید. تراشتگن در این فصل به دلیل مصدومیتی که در اردوی تیم ملی آلمان گریبانگیرش شد چند ماهی از نیادین دور بود و هواداران بارسا امیدوار بودند که بازگشت به ترکیب این تیم بتواند به آنها در کسب نتایج بهتر کمک کند، اما شرایط به شکل دیگر پیش رفته است. بسیاری از هواداران این تیم و همچنین کارشناسان پس از بازی شب گذشته انتقادهایی را از این ستاره آلمانی مطرح کردند. این در حال است که عملکرد و مدافعان بسیار هم دارد و تعداد زیاد معتقد هستند که حضور او باعث شد که دروازه بارسا بیشتر از 4 بار باز نشود و در واقع اشتباهات تیمی و خط دفاعی بارسا بود که باعث شد آنها شکست سنگینی را تجربه کنند. در دیدار از هفته 30 رقابت‌های لیگ حرفه‌ای عربستان، النصر در استادیوم خانگی خود یعنی الاول پارک به منصف الوحده رفت که توانست در شب درخشان کریستیانو رونالدو با 6 گل مهمان نگونبخت خود را در هم بکوبد. رونالدو در همان 12 دقیقه ابتدایی مسابقه 2 مرتبه دروازه حریف را باز کرد. در دقیقه 5 بازی و روی اشتباه سنگربان الوحده این کریستیانو رونالدو بود که توانست توپ را با کنترل خود در بیاورد و در شرایطی که در دامن نیست عادل خود را از دست داده بود، اما موفق شد با یک ضربه دقیق به گوشه دروازه حساب کار را 1-0 کند تا تیم میزبان خیلی زود از حریف پیش بیفتد. با وجود اینکه استقبال خوب از این مسابقه به عمل نیامد و سکوهای خالی زیاد در استادیوم الاول پارک دیده میشد، اما تماشاگران حاضر در ورجگاه از گل ستاره محبوب خود به وجد آمده و همراه با کریستیانو رونالدو فریاد شادی معروف او را سر زدند. گلی که کریستیانو وارد دروازه الوحده کرد 30 گل فوق ستاره در این فصل از رقابت های لیگ حرفه ای عربستان بود تا او به یکی از نمایش های درخشان خود ادامه دهد. گلی که موجب شد تا رونالدو در لیگ عربستان به یک رکورد جالب دست یابد. پیش از این تنها یک بازیکن توانسته بود بیش از 30 گل در یک فصل از رقابت‌های لیگ حرفه‌ای عربستان به ثمر برساند. عبدالرزاق حمدالله در فصل 2018-2019 توانست برای تیم فوتبال النصر 34 مرتبه گلزنی کند. حالا رونالدو جدیدترین بازیکن است که در یک فصل از رقابت‌های لیگ عربستان از 30 گل فراتر رفته است. البته این پایان کار نبود، چرا که فقط 7 دقیقه بعد و در دقیقه 12 مسابقه بود که روی ارسال تماشای مارسلو بورزوویچ یک موقعیت ایده‌آل در دهانه دروازه به دست آمد که رونالدو با یک پرواز دیدنی و تماشایی موفق شد با یک ضربه سر توپ را به کنج دروازه الوحده فرستاد و حساب کار را 2-0 کرد. رونالدو در دقیقه 52 هتریک خود را کامل کرد. ابتدا لاپورته توپ را به استادیو مونه رساند و این بازیکن نیز یک پاس طلایی را برای فوق‌ستاره پرتغالی ارسال کرد که کریستیانو موفق شد با یک شوت دیدنی دروازه الوحده را برای بار 5 باز کند. با این هتریک فوق‌ستاره پرتغالی علاوه بر این که شمار گل‌هایش را در این فصل به عدد 32 رساند، موفق شد با رکورد 725 گل بدون احتساب ضربات پنالتی در تمام طول دوران حرفه‌ای خود برسد. حالا رونالدو در ادامه فصل این فرصت را دارد تا از رکورد 34 گل عبدالرزاق حمدالله عبور کرده و بیشترین گل را در یک فصل از لیگ عربستان به ثمر برساند. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.